من اعظمی که هستم مجموعه آموزشی و برای آموزش ساز عود و بربط در خدمت شما هستم و شروع میکنیم. شکل ظاهری عود، تاریخچه مختصری درباره عود و بربط و نکاتی که راجع به سازشناسی مورد لزوم هست و تو این قسمت براتون توضیح میدم. شکل ظاهری عود با کاسه بسیار بزرگتر از سازهای دیگه، سازهای مشابه و گلابی شکل که الان تو این ساز شما میتونید مشاهده بکنید و دسته کوتاه‌تر نسبت به سازهای دیگه قابل متمایز شدن هست، به طوری که بیشتر قسمت این سیم هایی که شما میبینید، اون 11 سیمی که الان روی این قسمت بربط هست، روی کاسش قرار داره و قسمت تقریبا کمتری روی دسته ساز قرار میگیره دیگه. ساز عود و بربط فاقد دستانبندی هست. پرده هایی که روی سازهای شما مثل تار و ستار و سازهای دیگه ممکنه شما ببینید، فرت هایی که روی گیتار هست، روی عود این امکان نیست و با گوش و جای مخصوص به خودتون شما باید این نوت های مختلف روی دسته پیدا کنید و بزنید. عود دارای 9 سیم الی 13 سیم هست. از قدیم عودها 9 سیم داشته، 4 جفت سیم تکی وجود داشته و 1 سیم تک که میشده 9 سیم. بعدن اضافه شده به 11 سیم که الان بربطی که من الان نشون شما میدم، عود یا بربط دارای 5 جفت سیم و 1 سیم تک هست. بعدن توی عودهای جدیدتر ما 1 جفت سیم اضافه میکنیم به اون چیز، به اون عودی که ما وجود داریم و به 13 سیم تبدیل میشه، یعنی 6 جفت سیم ساز و 1 سیم تک که 13 سیم میشه. فرق عود و بربط الان تو این تصویری که شما میبینید کاملا مشخصه. عود کاسه بزرگتر داره و دسته کوچیکتر، ولی شما توی بربط کاسه کوچیکتر دیده میشه و دسته بزرگتر. این تفاوتیه که سازهای عود و بربط با هم دارن، ولی خب چون که ساختمان یکیه و اجرا یکیه و طریقه زدن هم یک فرمه، ما اینا رو به یه اسم معمولا میشناسیم، عود و بربط. ولی خب یه تفاوت جزئی توی ساختار کاسه بزرگتر و دسته کوچکتر تو عود وجود داره که تعداد سیم ها میتونه بربط از 9 تا 13 و عود هم از 9 تا 13 باشه. در قسمت بعدی ما گوشی های ساز رو معرفی میکنیم. ساز به تعداد سیم هایی که هست گوشی داره. الان این ساز چون 13 تا سیم داره 13 تا گوشی داره و ساز بربطی که من نشون شما دادم چون که 11 تا سیم داره 11 تا گوشی داره که اطراف اون جعبه گوشی که گوشی ها روش متصله قرار داره و سیم ها به اون گوشی ها متصلن که برای کوک کردن ساز ما میتونیم با سفت و شل کردن این گوشه ها بتونیم ساز رو به اون کوکی که دلمون میخواد و اون نوتی که مورد نظرمونه برسونیم. نوت نویسی ساز عود و بربط معمولا با کلید سل انجام میشه. محدوده صدایی عود و بربط طوریه که ما باید اون رو با کلید فا بنویسیم، ولی به عرف اون رو با کلید سل مینویسن و یه اکتاف به هم تر صدا میده. مزراب عود مزرابیه که از قبلن از پر تاووس استفاده می شده، ولی الان دی از مزراب های پلاستیکی استفاده می شه که نمونه ای که الان توی دست من هست مزراب عوده که یک مزراب پلاستیکیه. طرز گرفتن اونم حالا در قسمت مناسب به شما حتما آموزش داده می شه. صدای عود صدای نرم و نسبتاً غم انگیزیه که حالا باز توی اون درسایی که اجرا می شه اونو می شنوید. ساز نقش تک نواز و هم نواز رو به خوبی ایفا میکنه. بربط و عود دوتا ساز مختلفن که الان به یه اسم تقریبا شناخته میشن. این ساز ساز ایرانیه که در اوایل اسلام به کشورهای عربی رفته و جانشین سازی به نام مزهر شده. ظاهرا عرب سازی داشتن مثل عود که سطح اونا با پوست میپوشوندن و خب وقتی که ساز ایرانی بربط اونجا رفته و دیدن که سطح اون چوبی بوده، اونا به نام عود تغییر شکل دادن، چون عود تو عربی به نام به چوب ترجمه میشه.
شاعرای بزرگ نامی ایرانم در مورد بربط اشعار زیادی دارند که نشون دهنده قدمت بربط و ایرانی بودن اونه، که من یه نمونه رو از اون اشعار بر شما میخونم. مثلا اینکه دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعزیر میکنند، یا ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربط و نی رازش آشکار کنند. این اشعاریه که حافظ گفته و نشون دهنده وجود ساز بربط در اون زمان ایرانی بودن اونه. تاریخ مستندی از پیدایش این ساز و اختراع اون الان وجود نیست، اون چیزایی که هست روایاتیه که نقل شده و از قدمت اون ما میتونیم استفاده کنیم. این ساز در دوره ساسانیان بیش از همه متداول بوده. عده‌ای اختراع اون رو به فیثاغورس، اون فیلسوف یونانی نسبت میدن، گروه به فارابی نسبت میدن، ولی خب نقل های مختلفی هست و مستندی در دست نیست. بعضی ها میگن بربط اون هنرمندی که تو درگاه خسرو پرویز بوده این ساز مخترع بوده و اختراع کرده و در اولین بار اونو به صدا در آورده. نوازندگان خیلی زیادی الان هستن که اگه بخوایم اسم چند تا از مطرح ترینش رو در حال حاضر ببریم، از نصیر شمه، انور ابراهیم، مارسل خلیفه، شبه روحانا، منیر بشیر که یکی از بزرگترین عود نوازایی که الان هست میتونیم نام ببریم.